موضوعی که امروز میخواییم در موردش صحبت کنیم و بشنوید، موضوعیه که قبلا هم پارسال صحبت شده ولی به دلیل اینکه ضبط نشده بود و از اونجایی که این موضوع بسیار بسیار برای ما ایرانی ها حائز اهمیت هستش، من دوباره این رو تکرار میکنم و این بار امیدوارم که با کیفیت خوب ضبط بشه و حتی فیلم هم داریم میگیریم، چرا که میخوام که صدای ما به داخل ایران برسه و باشه که ایرانی های عزیز در داخل کشور هم این صدا رو بشنون و همینطور ایرانی ها در سر تا سر دنیا. شاید کتابی در این زمینه نوشته شده، شاید خونده باشید، نقش ایرانیان در کتاب مقدس، و من قول داده بودم که در این رابطه صحبت کنم اما عنوانش رو من عوض کردم و عنوانش این هستش که چرا ایرانی ها مسیحی می شوند. چرا ایرانی ها مسیحی می شوند؟ تو برنامه تلویزیون انگلستان یک برنامه هستش، اجناس عتیقه رو میارن و اجناس کهنه‌شون رو میارن توی یک مارکتی میفروشن. یک روز یک خانم مسنی یا جوونی دور و بر 70 سال، نمیدونم حالا جوون میدونید یا مسن میدونید، و از اونجایی که خانم ها اصلا پیر نمیشن، به هر حال یک خانم جوون 70 ساله ای دو تا مجسمه توی کیسه مشمایی انداخته بود و با خودش آورد اونجا. و وقتی کارشناس اون مارکت اومد این دو تا مجسمه رو دید، خیلی فوکوس کرد روی این مجسمه ها و با تعجب نگاه میکرد که چطوری اینها رو توی یک کیسه مشمایی انداخته این خانم جوان و آوردتش توی مارکت. آورده بود اونجا که شاید مثلا 10 پوند 15 پوند بتونه این دوتا مجسمه رو بفروشه، ولی اون مجسمه ها هر کدومشون 700 پوند به فروش رفت. و وقتی این خانم متوجه شد که این مجسمه ها با ارزشه، اونها رو خیلی محتاطانه نگه می‌داشت، خیلی با احتیاط می‌بردش، حملش می‌کرد و روی میز می‌ذاشت. یعنی وقتی متوجه ارزش این مجسمه ها شد، از اونها خیلی خوب نگهداری کرد. ما ایرانی ها هم اگر متوجه ارزشمون در کتاب مقدس باشیم یا بشیم، اون موقع در حفظ قدوسیت خودمون کوشا خواهیم شد. از این جهت این موعظه امروز بسیار بسیار پر اهمیت هستش. پس خواهش میکنم که با دقت گوش کنید و اگر هم نیاز میبینید حتماً یادداشت بردارید. افتخار ما ایرانی ها بعد از بازی با آرژانتینمون به کوروش پادشاه ایران هستش. وقتی راجع به ایران صحبت میکنیم، همه به یاد کوروش میفتیم و افتخاراتی که کوروش برای قوم ما و برای مردم ما کسب کرد. اما جالبه بدونیم که همین آقای کوروش رو کتاب مقدس داره معرفی میکنه. کتاب مقدس مسیحا داره راجع به کوروش پادشاه ایران صحبت میکنه و این بسیار بسیار برای ما میتونه جالب باشه. کوروش پادشاه ما در کتاب مقدس. اما این چه ارتباطی به مسیحی ها داره؟ چه ارتباطی به کلیسا داره؟ چه ارتباطی داره که ما ایرانی ها چرا مسیحی میشیم؟ اگر از تک ما سوال بشه چرا کلیسا میرید؟ چرا مسیحی شدید؟ چند روز پیش من توی سنتر داشتم میرفتم، یک گروهی بودن داشتن بشارت میدادن
و من یکی از کارتاشون رو هم گرفتم. یک زوجی بودن جا افتاده هلوش 50-50 خورده ای سال، با یک گروه دیگه ای بودن. اینها داشتن راجع به خداوند صحبت میکردن و خیلی بلند توی سنتر ایستاده بودن و فریاد میزدن و عیسی مسیح رو معرفی میکردن. من ایستادم و چند دقیقه با اینها صحبت کردم. از من یک سوالی کرد اون کسی که داشت بشارت میداد. وقتی فهمید که من مسیحی هستم و از 11-12 ساله که مسیحی شدم، از من سوال کرد که چرا مسیحی شدی؟ و من شروع کردم راجع به داستان زندگیم صحبت کردم. ولی اون دوباره سوال کرد چرا مسیحی شدی؟ گفتم من توضیح دادم که این مسائل من بود. گفت نه، کی متوجه شدی که گناهکار بودی؟ چون عیسی مسیح اومد برای گناهان ما. و من متوجه شدم که چقدر خوبه ما بتونیم راجع به اون چی که میدونیم و اون اتفاقی که برای ما افتاده خوب بتونیم بیان کنیم. و درس بزرگی برای من بود اون روز که بتونم راجع به ایمانم، شاید خیلی وقتا خیلی صحبت‌های الهیاتی بکنیم اما ساده صحبت کردن رو گاهی اوقات از یاد برده باشیم. امروز میخوام خیلی خیلی ساده بگم که چرا ایرانی ها مسیحی میشن. اگه از تک تک ما سوال کنی، هر کدوم از ما دلائل خاص خودمون رو داریم یا بهانه های خاص خودمون رو داریم برای به کلیسا اومدن. برای اینکه اولین بار هستن ما به کلیسا رفتیم، هر کدوم ما یک بهانه ای داریم، یک دلیلی رو داریم. یکی میگه که دلم گرفته بود رفتم کلیسا تا دلم باز شه. یکی میگه جمع ایرانی بود گفتم میرم اونجا ایرانی ها رو میبینم. یکی میگفت از بس عزاداری کردم خسته شدم میرم کلیسا تا خدا رو در شادی پرستش کنم. یکی گفت میرم که آرامش بگیرم. خب شاید توی خارج از کشور یک بهانه دیگه ای هم باشه، به هر حال میتونه موضوع اقامتی هم باشه. اینها بهانه های ما برای کلیسا رفتن هستش. اما جالبه بدونید که اینا واقعا بهانه های زمینی ما هستش، اما خداوند از روز ازل برای ورود ما به کلیسا نقشه داشت. ما در طرح و نقشه خداوند امروز قرار داریم. اگه امروز اینجا هستیم، ما در مرکز نقشه خداوند هستیم. خب پس ما تو نقشه خدا هستیم. پس ببینیم که اصلا نقشه خدا چی هست. برای که پی به نقشه خدا ببریم لازمه کمی به عقب سفر کنیم. یکم برگردیم عقب، بریم جایی که سقوط اتفاق افتاد. میدونید که انسان سقوط میکنه و از همون لحظه سقوط نقشه خدا آغاز میشه. این نقشه در ابراهیم و در سارا شکل عملی به خودش میگیره، از یک پیرمرد و یک خانومی که نازا هستش نسل تازه‌ای متولد میشه. درسته؟ پس خدا یک نقشه نجات رو داره از طریق ابراهیم و سارا به اجرا میذاره. شما به همین دلیل میبینید که پیامبران در قوم یهود و یا اسرائیل هستن، چون نقشه نجات داره از طریق این قوم دنبال میشه. این قوم توسط یوسف به مصر کشیده میشه، وارد سرزمین مصر میشه.
سالیان سال در سرزمین مصر میمونه و جمعیت خیلی زیادی میشه، جمعیت میلیونی میشه. این جمعیت میلیونی توسط موسی از مصر خارج میشه، توسط موسی از مصر خارج میشه و طی 40 سال به سرزمین موعود یا کنعان میرسه. بعد از سالیان سال این قوم به اسارت میره. تصور کنید قومی که نقشه نجات داره از طریقش دنبال میشه حالا در اسارت هستش. خب یک نبی در کتاب مقدس هست به نام اشعیا. آقای اشعیا 150 سال قبل از کوروش زندگی میکرده. آقای اشعیا شروع میکنه راجع به کوروش صحبت کردن. کوروش برگزیده خداوند. 150 سال قبل از اینکه کوروش به دنیا بیاد. اشعیا باب 45. لطفاً کتاباتون رو باز کنید اگر آوردید. با هم از روی کتاب میخونیم. خداوند به مسیح خیش دقت کنید. این کتاب 150 سال قبل از اینکه کوروش به دنیا بیاد داره نوشته میشه. خداوند به مسیح خیش یعنی به کوروش دقت کنید. خداوند به مسیح خیش یعنی کوروش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشود، چنین میگوید که من پیش روی تو خواهم خرامید. یعنی خداوند پیش روی کوروش خواهد حرکت کرد، خرامید. و جاهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته پشت‌بندهای آهنی را خواهم برید و گنجهای ظلمت و خزائن مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خوانده‌ام خدای اسرائیل می باشم. به خاطر بنده خود یعقوب و برگزیده خیش اسرائیل هنگامی که مرا نشناختی تو را به اسمت خواندم و ملقب ساختم. من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نیست. من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نمیشناختی. هنوز کوروشی به دنیا نیامده. کتاب مقدس داره راجع به کوروش صحبت میکنه و میگه که اون موقع که تو هنوز من رو نشناختی من دارم بهت میگم که من پیشاپیش تو حرکت میکنم و تو پیروز میشی. حالا همین قومی که قرار نقشه نجات از طریق اون دنبال بشه در اسارت هستش و این آقای کوروش به دنیا میاد. کوروش میشه پادشاه بزرگی و این قومی که در اسارت هستش رو آزاد میکنه، از دست بابلی ها نجات میده و به این قوم میگه که میتونید شما به سرزمین هاتون برگردید، پول و ثروت و خوراک و مواد اولیه هم به این عزیزان میده تا برگردند به سرزمین هاشون، اونهایی که دلشون میخواد. خب کوروش به کسانی که در نقشه نجات هستن کمک میکنه و نجاتشون میده. درست در همون عصر، در همون دوران یک کتابی هست، یک نبی هستش به نام ارمیا و یک کتابی رو نوشته این آقای ارمیا که هم عصر هستش هم دوره هستش. باب 49 خوب دقت کنید به این قسمت.
کلام خدا درباره ایلام، کلام خدا درباره ایران. جالبه نه؟ کلام خداوند درباره ایلام که به ارمیای نبی در ابتدای سلطنت صدقیا پادشاه یهودا نازل شده گفت: یهوه سبایون چنین میگوید، اینک من کمان ایلام و مایه قوت ایشان را خواهم شکست و چهار باد را از چهار سمت آسمان بر ایلام خواهم وزانید و ایشان را به سوی همه این بادها پراکنده خواهم ساخت، به حدی که هیچ امتی نباشد که پراکندگان ایلام از آنها نیایند. اهل ایلام را به حضور دشمنان ایشان و به حضور آنانی که قصد جان ایشان دارند مشوش خواهم ساخت و خداوند میگوید که بر ایشان بلا یعنی حدت خشم خیش را وارد خواهم آورد و شمشیر را در عقب ایشان خواهم فرستاد تا ایشان را به کل هلاک سازم و خداوند میگوید من کرسی خود را، من تخت پادشاهی خود را در ایلام برپا خواهم نمود. آمین. تخت پادشاهی خود را در ایلام برقرار خواهم نمود. گفتش که چی؟ ببینید یک نبی هم عصر هم دوره داره میگه که کوروش پادشاه ایران به دنیا میاد، خداوند پیشاپیش اون حرکت میکنه، همه سرزمین ها رو فتح میکنه، پادشاه ها رو شکست میده و عملا هم میبینید که این اتفاق افتاد و کوروش شد امپراتور. و در همون عصر یک نبی دیگه داره میگه که من پادشاهی ایران رو از بین میبرم و میرسه به جایی که مردم ایران رو در سر تا سر دنیا پراکنده میکنم، به طوری که جایی نباشه که ایرانی در اون نباشه. خب این کیه؟ همین الان. درسته؟ کوروش به دنیا اومد، امپراتور شد، سرزمین ها رو فتح کرد و رسید به دوره ای که تخت پادشاهی در ایران به طور کل از بین رفت. آخرین پادشاه کی بود؟ دوران پهلوی، نه؟ و بعد از اون مردم ایران به سر تا سر دنیا پراکنده شدن، جایی نیستش که ایرانی نباشه. پس به وقوع پیوست. درسته؟ اما یه چیز دیگه ای هم گفت، گفت من تخت پادشاهیم رو، مرسی، تخت پادشاهیم رو در ایران برقرار میکنم. آمین. اگر کوروش اتفاق افتاد، اگر مردم ایران به سر تا سر دنیا پراکنده شدن، پس تخت پادشاهی خداوند در ایران برقرار خواهد شد. آمین. این قطعا اتفاق میفته. تخت پادشاهی، تخت پادشاهی یعنی چی؟ تخت پادشاهی خداوند یعنی چی؟ چرا توی ایران خداوند فراموش نکرد؟ کمک کوروش رو فراموش نکرد؟ شما میبینید که نحمیا در ایران هستش، ازرا در ایران هستش، استر در ایران هستش، دانیال در ایران هستش. پس ایران خیلی در کتاب مقدس نقش داره و ایرانی ها خیلی نقش دارن. این مربوط به عهد عتیق بود. حالا وارد عهد جدید میشیم. در عهد جدید یک پسر بچه‌ای در اورشلیم به دنیا میاد. فقط فراموش نکنید که تخت پادشاهی خدا قرار در ایران برقرار باشه. این رو گوشه ذهنتون داشته باشید تا آخر موعظه. یه پسر بچه‌ای به نام عیسی در بیت لحم به دنیا میاد. شاید کمتر کسی حتی توی اون ناحیه متوجه به دنیا آمدن این پسر بچه شده باشن. خب؟ فقط
چوپانان از طریق فرشته ها متوجه میشن که یک بچه‌ای به دنیا اومد و نامش عیسی هستش. اما در فاصله بسیار دور در شهری به نام همدان سه نفر ستاره شناس متوجه به دنیا آمدن عیسی میشن. سه نفر ستاره شناس متوجه به دنیا آمدن عیسی میشن. ستاره شناسا پا میشن و میخوان برن دیدن این پسر بچه. ما مردم ایران خوب میدونیم اون زمان اینطوری نبود که زنگ بزنن به آژانس هواپیمایی فلان بگن سه تا بلیت برای ما بود کن، میخوایم فلان روز پرواز کنیم بریم اونجا. اینها با شطور مسافرت میخوان بکنن از ایران به اورشلیم. خب پس نمیتونن سه نفر همینطوری یواشکی شبونه برن. بعد این سه نفری هستن که مورد حمایت دربار هستن، مورد حمایت پادشاهی هستن، طوری که وقتی حرکت میکنن توی تاریخ اینها رو به عنوان پادشاه میشناسن. پس این سه نفر وقتی راه میفتن مطمئن باشید که مردم ایران برای بدرقه اینها توی خیابون ها هستن، یعنی دل مردم ایران با اینها داره سفر میکنه، یک ملتی داره با این سه نفر سفر میکنه. با هم متابعه دور رو نگاه میکنیم. چون عیسی در دوران سلطنت هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه به دنیا آمد، چند موقع ستاره شناس از مشرق زمین به اورشلیم آمدن. خوب دقت کنید و پرسیدن کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ گفتیم قراره که چی در ایران برقرار شه؟ تخت پادشاهی خدا. این ستاره شناسا سوال کی رو گرفتن؟ پادشاه. نه؟ زیرا ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. ایرانی ها همیشه تو طول تاریخ خدا پرست بودن، درسته؟ طول تاریخ نمیتونید ببینید ایرانی ها بت پرست بوده باشن، همسایه هاشون بودن اما ایرانی ها نبودن. میگن کجاست آن پادشاه؟ آمده این او را پرستش کنیم. من میگردم به این نکات یکی یکی میپردازم. اول فقط دقت کنید، چون این خبر به گوش هیرودیس پادشاه رسید، او و تمامی اورشلیم با وی مضطرب شدند. هیرودیس همه سران کاهنان و علمای دین قوم را فرا خواند و از آنها پرسید مسیح کجا باید زاده شود؟ هیرودیس پرسید مسیح کجا باید زاده شود؟ اینا داشتن راجع به کی صحبت میکردن؟ پادشاه یهود. هیرودیس گفت چی؟ مسیح. پاسخ دادن در بیت لحم یهودیه، زیرا نبی در این باره چنین نوشته است: ای بیت لحم که در سرزمین یهودایی، تو در میان فرمان روایان یهودا به هیچ روی کمتری نیستی، زیرا از تو فرمان روایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را شبانی خواهد. پس هیرودیس موقان را، ستاره شناسان را در نهان نزد خود فرا خواند و زمان دقیق ستاره را از ایشان جویا شد.
سپس آنان را به بیت لحم روانه کرد و به دیشان گفت بروید و درباره آن کودک به دقت تحقیق کنید، چون او را یافتید مرا نیز آگاه سازید تا آمده سجدش کنم. خیلی بدادم چون میخواه بعد هم متوجه میشید که میخواست بکشتش. ستاره شناسان پس از شنیدن سخنان پادشاه روانه شدند و ستاره‌ای را که در مشرق دیده بودند پیشاپیش آنها می‌رفت تا سرانجام بر فراز مکانی که کودک بود باز ایستاد. ایشان با دیدن ستاره بسیار شاد شدند. چون به خانه در آمدن و کودک را با مادرش مریم دیدند، روی بر زمین نهاده آن کودک را پرستش نمودند. سپس صندوقچه‌های خود را گشودند و هدیه هایی از طلا، کندر، مر به وی پیشکش کردن و چون در خواب هوشیار یافتند که نزد هیرودیس بازنگردن از راهی دیگر رهسپار دیار خود شدند. آمین. سه نفر، یک بچه‌ای توی بیت لحم به دنیا آمده، سه نفر پا شدن رفتن دیدنش، سه نفری که ملتی اینها رو بدرخه کرده، دل ملتی با این سفر هستش. اینها رفتن اونجا، اولین چیزی که پرسیدن چی بود؟ کجاست آن پادشاه؟ آمده ای او را پرستش کنی؟ مگه ایرانی ها نمیدونستن پرستش فقط از آن خداوند هستش؟ یه خورده اینجا مسئله جدی‌تر شد. چرا ایرانی ها مسیحی شدند؟ این موضوعی هستش که داری بهش نگاه میکنی. چرا ایرانی ها مسیحی میشدند؟ ایرانی ها اولین نفراتی هستند که عیسی مسیح رو به عنوان پادشاه به دنیا معرفی می کنند. اولین نفرات. به ما گفتن که عیسی مسیحیت دین غربی، دین شرقی است، دین اروپایی است. ایرانی ها اولین نفراتی هستند که عیسی مسیح رو دارن به عنوان پادشاه معرفی میکنن. کجاست آن پادشاه مولود؟ آمده این تا او را پرستش کنی. اولین نفراتی که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند به دنیا دارن معرفی میکنن ایرانی ها هستن. آمده این تا او را پرستش کنی. عیسی مسیح وقتی کسی میخواست بیاد دنبالش میگفت صلیبت رو بردار، نه؟ یعنی جونت رو بذار کف دستت. اگه میخوای مسیح رو دنبال کنی جونت رو بذار کف دستت. اولین نفراتی که صلیبشون رو برداشتن و دنبال مسیح رفتن ایرانی ها بودند. بهتون هست؟ هیرودیس گفت وقتی دیدینش برگردید به من بگید. ولی گفت چی کتاب کلام؟ گفت وقتی دیدنش از یک مسیر دیگه ای رفتند. این خطر بود نه؟ پادشاهیه و هیرودیسه، همه جا مأمور داره. این خطر بود که اونها رو توی راه بگیره و بکشتشون. چرا نمیدید خبر بدید؟ اولین نفراتی که جونشون رو به خاطر عیسی مسیح به خطر انداختن ایرانی ها بودند. این با ارزشه، این برای خدا خیلی با ارزشه. همینطوری نیست تخت پادشاهی خدا در ایران. وقتی اون دوتا مجسمه ارزششون مشخص شد
دیدید چقدر عالی حفظش میکرد؟ وقتی ارزش ما مشخص بشه برای خودمون تا چه حد نزد خدا ما با ارزشیم، اون وقت در قدوسیت خودمون کوشش میکنیم، تلاش میکنیم. ما برای خدا خیلی با ارزشیم. بعد از قوم یهود، بعد از قوم اسرائیل که خدا نقشه نجات رو از طریق اون دنبال کرد، ایرانی ها عزیزترین قومی هستن برای خدا که در این کره زمین زندگی میکنند. ارزش این پیو بری. اولین نفراتی که عیسی پرستش میکنه امروز روی صحبت من با کسانی هستش که اکثریت پناهنده هستی. عیسی مسیح میدونه پناهندگی یعنی چی. وقتی 5 سالش بود با یوسف و مریم به مصر پناهنده میشن. بذارید این رو همینطوری خارج از کتاب مقدس بگم. پول مسافر پرونه پناهنده شدن عیسی مسیح رو هم ایرانی ها میدن. یادتونه گفتم وقتی رفتن هدایایی با خودشون بردن خرج سفرشون میشه. فکر میکنید خدا فراموش میکنه اینها رو؟ خدا فراموش کرده اینها رو؟ نه هرگز. خدا خداییه که مدیون هیچ کس، هیچ ملتی، هیچ کشوری نمیمونه. خدا خدمت کوروش رو، خدمت داریوش رو، خدمت ایرانیان به قوم خداوند رو فراموش نکرده. خداوند کار بزرگ ستاره شناسان رو فراموش نکرده. خداوند دل مردم ایران رو فراموش نکرده. یادتون هست در کتاب ارمیای نبی خوندیم که تخت پادشاهیش در ایران برقرار خواهد شد. تخت پادشاهی خدا یعنی حاکمیت خدا، یعنی حکومت خدا. ستاره شناسان سراغ چه کسی رو گرفتن؟ پادشاه. نه؟ کجاست آن پادشاه؟ در رابطه با چه کسی صحبت میکردن؟ عیسی مسیح. درسته؟ مگه میشه پادشاهی خدا در ایران برقرار باشه، حاکمیت خدا برقرار باشه، حکومت عیسی مسیح برقرار باشه، ایرانی ها مسیحی نباشن؟ مگه میشه؟ پس به کلیسا آمدن من و شما بهانه های ماست. مهم نیست برای چی به کلیسا آمدی، اصلا مهم نیست. به هر دلیلی که آمدی مهم نیست. اما این رو بدون در مرکز نقشه خدا قرار داری. ای ایرانی، در هر کجای دنیا هستی مهم نیست با چه بهانه‌ای وارد کلیسا شدی، اما این مهمه که بدونی درست در مرکز نقشه خدا قرار داری. آمین. درست در مرکز نقشه خدا قرار داری. به همین دلیل امروز من و شما اینجا هستیم. به همین دلیل. اما موضوع به اینجا ختم نشد. ایرانی ها در حتی در
روز آغاز کلیسا هم حضور داشتند. در روز آغاز کلیسا در اعمال رسولان وقتی روح القدس می‌ریزه بر شاگردان، اولین زبانی رو که صحبت می‌کنن کلام خدا میگه مادها پادها ایلامیان. اولین زبانی که صحبت میشه زبان ایرانی هاست. کلیسا از اون روز شکل میگیره. ایرانی ها در اون روز حضور دارن، در شکل گیری کلیسا حضور دارن. کلیسا برای ما بیگانه نیست. مسیح برای ما بیگانه نیست. خیلی سعی کردن که مسیح رو ما فراموش کنیم، اما عشق مسیح در دل تمام ایرانی ها هستش، چه اونهایی که باور دارن به مسیح، چه اونهایی که باور ندارن به مسیح. یک عشق درونیه. امروز من و شما و میلیون ها ایرانی دیگه در سر تا سر دنیا فرا خوانده شدیم تا پیام مسیح رو بشنویم، ایمان بیاریم و نمایندگان ملتی در نزد خدا برای قوممون باشیم، برای کشور عزیزمون ایران باشیم که قرار تخت پادشاهی مسیح در ایران برقرار شه. وقتی کاری رو که خدا میخواد انجام بده، مگه کسی میتونه جلودارش باشه؟ مگه چیزی میتونه جلودارش باشه؟ ما میایم کلیسا بعد از یه مدت، برای اون چیزی که هدفمون بود، هدف اولیه‌مون بود، میریم کلیسا، اون رو که گرفتیم بعد میریم، اما بعد از یه مدتی دوباره برمیگردیم، چون خونمون رو پیدا کردیم، چون اینجا خونه ماست. و بعد متوجه میشی که اون چیزی که اول بود یک بهانه بود. ما به مسیح تعلق داریم، ما به مسیح تعلق داریم، ما مسیح رو معرفی کردیم به دنیا، ما مسئولیم در مقابل دنیا، چون ما معرفیش کردیم، قوم ما معرفی کرده، ما نسبت به تمام دنیا مسئولیم. برزش این پی ببریم، برزش این در هر کلیسایی که ایرانی درش هستش، اون کلیسا پر از برکت هستش، پر از برکت. و این رو میدونن خارجی ها. نمیدونم حالا اونا خارجی هن یا ما، مداخلیم الان. نه؟ در هر کلیسایی که ایرانی هستش، اون کلیسا کلیسای پربرکتی هستش. و این رو کلیساها پی بردن. درستش خودمون پی ببریم. خدا به ما نگاه داره، خدا دستش روی سر ما هست. ما پس نزنیم، ما پس نزنیم. خدا فراموش نکرده، خدا فراموش نکرده. شاید خیلی ساده به کلیسا رفتیم، شاید خیلی ساده به کلیسا نگاه میکردیم، اما امیدوارم با شنیدن صحبت‌های امروز که خیلی ساده و خیلی مختصر من اشاره کردم بهش، به این موضوع پی برده باشیم که چقدر برای خدا ارزشمند هستید. آمین. چقدر برای خدا ارزشمند هستید. و اینکه ما الکی به کلیسا نرفتیم، الکی مسیحی نمیشیم. هیچ کسی هم نمیتونه جلودار مسیحی شدن ایرانی ها باشه.
هیچ حکومتی نمیتونه جلودار مسیحی شدن ایرانی ها باشه، چرا که نقشه خدا برای ایرانی ها همین است. آمین. لطفا سرها رو خم کنیم با هم. خداوند تو رو شکر میکنم، ممنونت هستم خداوند باشه که تو قوم ایرانی رو، سرزمین ایران رو خداوند از جهل و نادانی نجات بدی. خداوند باشه که همونطوری که در پرستش ها داشتیم، باشه که گوش های ما، چشمان ما، زبان ما به روی تو باز باشه، باشه که زبان ما ستایشگر تو باشه، گوش های ما از تو بشنوه و چشمان ما تو رو دنبال کنه. ممنونت هستم روح القدس عزیز که تو هدایت کننده معلم واقعی هستی، تو مددکار هستی. ما ایرانی ها رو یاری بده خداوند تا بتونیم اون مسئولیتی رو که داریم در قبال تمامی مردم دنیا، اول در سرزمین خودمون به اجرا بگذاریم و بوی خوش مسیح رو به سر تا سر دنیا از طریق قوم ما برسونیم. به نام مسیح.